عبدالله عبدالله رئیس اجرایوی حکومت آینده افغانستان میگوید که تشکیل حکومت وحدت ملی آغاز کار برای پایان دادن به رنج‌های مردم افغانستان خواهد بود. آقای عبدالله گفت که برنامه‌های حکومت وحدت ملی یک گام بزرگ در خصوص تأمین صلح و ثبات در کشور است و هدف از یک جا شدن دو تیم هرگز تقسیم افغانستان نیست. آقای عبدالله که روز پنجشنبه در نشست در کابل سخنرانی میکرد گفت که حکومت وحدت ملی ممثل رأی تمام مردم افغانستان بوده و اطمینان داد که روحیه همکاری را هر دو تیم حفظ خواهند کرد. در تشویش باید چه خلق و سرانه ای چه اوز دو تیمون سر اوزشه ویدی او در افغانستان سر ویشی. ما مش در افغانستان در وحدت در پاره سر اوزشه ویدی. اوس یو تیم به د ملی یووالی تیم به ان شاء الله ژمن دی او زه پوره باور لرم چې په تیره شنیت ان شاء الله دواړه تیمونه د افغانستان د خلکو د مشکلاتو په نظر کې نیولو سره د افغانستان د خلکو ارزښونو او اصولو ته په احترام او درناوی او د افغانستان د خلکو ته د خدمت په خاطر پدیر شنیت انشالله منشتره مجبول سره همکاران و سیجو. آقای عبدالله گفت که تامین امنیت، حاکمیت قانون، مبارزه با فساد، احترام به حقوق بشر و حقوق زنان، پاسداری از ارزش‌های دینی و ملی و بهبود روابط به سطح منطقه و جهان از برنامه‌های مهم حکومت وحدت ملی است. و همچنان آوازهایی را به اساس خواند که گویا در حکومت وحدت ملی معامله صورت گرفته و کرسی ها تقسیم شده است. هرچند عبدالله عبدالله در دور دوم حکومت انتخابی رئیس جمهور کرزی در اپوزیسیون قرار داشت، اما حالا از کارکردهای او قدردانی می کند. آقای عبدالله گفت که با وجود اختلاف نظرهایی که با آقای کرزی داشت، او توانست در 13 سال گذشته در شرایط خیلی دشوار افغانستان را رهبری بکند. در عین حال عبدالله عبدالله به اشرف غنی احمدزی به عنوان رئیس جمهور منتخب افغانستان تبریک گفت. عبدالله عبدالله گفت چند روز بعد مراسم تألیف رئیس جمهور جدید برگزار می شود و او با اشرف غنی احمدزی در حکومت وحدت ملی یک جا کار خواهد کرد.